سلام، من هادی حجازی‌فر هستم، کارگردان سریال داریوش. خواستم شخصیتی رو براتون توصیف کنم که فوق‌العاده ترسو و طنزه. رفقایی داشتم که همه سر طلا و پول به هم پیچیدن و ممنون از برادرای محمودی که اجازه دادن من از موضوع طلاها که در پوست شیر بود استفاده کنم و اونو بیارم توی داریوش. داریوش! چی میگی؟ حق با توی داشت، ولی نباید بدون هماهنگی با من میگفتی. باید به من میگفتی که من مقدمات برگشتن تو فراهم میکنم. سلام رفقا، من مهدی گنجی‌فر هستم از کانال مستردکو. امیدوارم که خوب باشین و امروز میخوام در مورد داریوش قسمت نهم صحبت کنم. رفقا، گفته بودم که تو سریال داریوش تو برنامه قسمت اول گفته بودم که ما بعدها مغزهای کوچک زنگ زده رو میبینیم، یا شنای پروانه رو میبینیم، یا سریال سیاوش رو میبینیم. این سند و مدرکش. حالا شما توی 11 قسمت بعدی که من احساس میکنم که سریال سیاوش رو قسمت‌هایش خواهیم دید، مغزهای کوچک زنگ زده رو یه قسمت‌هایش رو حتما خواهیم دید، همه اینا رو مخلوط کرده ریخته توش، از تیتراژش متوجه بشین دیگه. یه دونه شنای پروانه هم قاطیش هست، یعنی اصلا شک نکنین که این اتفاقا توش بیفته، یعنی مخلوطی از ایناست. چرا هیچ هیجانی توی سریال داریوش دیگه وجود نداره؟ به خاطر اینکه داستان رو ما دیگه میتونیم حدس بزنیم، میتونیم بفهمیم که داریوش چی شده و سمت یه سریال لومپنی رفته. داریوش یک سریال قابل حدسه. ما حتی میدونیم که دیگه تو اون طلاها، یعنی توی اون چاهه اون طلاها وجود نداره. چرا این اتفاق داره میفته؟ دیگه حتی گمش و برو بیرونای بهرام هم جواب نمیده، کار نمیکنه. زن ستیزی توی این سریال موج میزنه. چرا؟ صفیه باید بیاد اونجا التماس کنه و تو یک دفعه از حربه زن ستیزی خودت استفاده کنی، بری آبروی یه نفر ببینی. البته یه خوبی که داره این که شرایط بد زنان بد سرپرست در یک قسمت هایی از شهر رو خیلی خوب نشون میده، با یه پسر ترسو که اینا انگار همه ترسو هن. تو همه بهرام هم در ذاتش انگار ترسوه. همه میخوان سر همدیگر رو کلا بذارن، بعد همه هم آشنان و همه هم همدیگر رو میشناسن. چجوری تونستید سر همدیگر رو کلا بذارید؟ شما که همدیگر رو داداشی صدا میکنید، پسرخاله های خودتو داری نابود میکنی. فقط سر طلاها؟ من اینو متوجه نمیشم. تو که اینقدر برو بیا داری، زندان رفتی و این همه کار انجام دادی، این کاراکتر رو اصلا من نمیتونم درکش بکنم. داستان بدون گره است. داستان داریوش بدون گره، گره خاصی نداره. همه مشتش باز پیش ما، یعنی ما میدونیم که چه اتفاقی میخواد بیفته توی سریال داریوش. من خودم لکنت زبان گرفتم که چرا نمایش خانگی یه دکونی باز کردید، مردم سرشون رو گرم کردید، کما اینکه صدا و سیما خیلی بهتر داره کار میکنه. من اصلا با صدا و سیمای میلی بهش میگن دیگه، ملی نیست، میلیه، اصلا موافق نیستم، ولی دیگه اون دیگه داره یه کاری انجام میده، 4 تا سریال درست کرده، آدم لذتشون میبره. با این حال که توی برنامه ای من گفتم حجاباشون عجیب غریبه، لاک نمیبینی، آرایش نمیبینی، دیگه این مدل ها رو نمیبینی، ولی یه دکون باز کردین. دقیقاً یه دکون باز کردین و این دکون باز کردنه خیلی افتضاحی عذاب در اومده. خودتون دیگه حسابشو بکنین. گفته بودم توی برنامه، توی لایوم گفته بودم که رشید چه داستانی سرش اومده و کاظم چه کاری در حقش انجام داده و مواد داره تو ماشین گذاشته و اینا ازش فیلم گرفتن. گفتم اصلا موضوع ناموسی و اینا جنسی نیست. بحث اسپرما هم که کافه سینما به قشنگ ترین وجه ممکن یه تیز صدا آقا نمیدونیم اسپرمای کاظم یا داریوش. من نمیدونم اینا اصلا چه ربطی داره به سریال. من احساس میکنم ما سینمامون هر روز داره پسرفت میکنه بدون هیچ صحنه تاری یه چیزی از گذشته باشه. ما فقط یه نفر با قمه دیدیم تو برف، بعد دوباره یه نفر تو خواب دیدیم با قمه تو برف، خونی مالی و یه سی شنیدیم. حالا بدون این که بدونیم یک نفر چی کار کرده، چه اتفاقی افتاده، یه نفر بشینه تعریف کنه، یه دو تا خط کوچیک اومده به ما نشون داده، میریم یه نفر رو در میاریم، میکشیمش رو زمین که اصلا معلوم نیست کی هست،
بعد یه چاقو میزنیم تو کتفش، بعد یه چاقو میزنیم تو پهلوش، کشون کشون میاریمش بغل سگا، میبندیمش. بعد یه سریالی داریم میبینیم به نام داریوش که 9 قسمته. امیدوارم یه ترتیب اثری بدید، حداقل یه دوتا کارشناس بیارید، یه دو نفر آدم رو بردارین بیارین در کنار خودتون رو بذارید ازشون استفاده کنین، بگین این خط داستانی ماست دیگه. هوش مصنوعی هم که الان اومده، راحت میتونین تو هوش مصنوعی خیلی کارا رو انجام بدین. پلتفرم هم که اومده این وسط، شروع کرده چی سوء استفاده گری کردن. یعنی اصلا شما یه شبکه تبلیغات بزنید، دوتا فیلم لاش نشون بدین، یه شبکه بزنید از صبح تا شب تبلیغ نشون بدید، دو تا تیکه داریوش نشون بدید، دو تا تیکه مثلا زخم کاری نشون بدید. نمیدونم واقعا. الان میگن که فلانی پول گرفته، یکی میگه پول نگرفته، یکی میگه الان مزدوره، یکی دیگه الان میگه آقا سینما ایران داری خراب میکنی. هر کی هم از راه رسیده اومده اینجا شده واسه ما یه داستان خوب نیست. داستان الان دیگه خیلی داستان لو رفته ایه. خوبه ها، داریوش قشنگه، سریال قشنگیه، حالا آدم خوب میکنه، ولی این قسمت خوبی نبود انصافا. ببینید قسمت 9 سریال داریوش اگر بخواد تمام بشه و 13 14 قسمت 12 قسمت هر چی که میخواد باشه، باید آقا سریالاتون رو جمع کنید، سریالا رو هر شب پخش کنید. اگه میخواد 14 قسمت درست کنی، برو 20 قسمت درست کن، نوش جونت، پولشو بگیر، ولی بیا هر شب سریالو پخش کن که طرف تو 20 شب ببینه تموم شه بره. یه سرگرمی آقا اومدیم حالا سریال داریوش اومد، به هیچ جا هم ندید پخش بکنن. مردم اگه میخوان ببینن فقط بیان تو پلتفرما ببینن، اونجوری هم بهتر پول در میارین. یه زن بدبخت رو نشون دادید که از این امثال این زنها تو جامعه همون زیادن، این اتفاقا براشون زیاد میفته، امثال بهرام هم زیادن، ولی در نیومده. یه سیفی گذاشتید اونجا، یه صفیه گذاشتید، سحر دولتشاهی رو نشون میدین، یه دقیقه اون یکی رو نشون میدید. نمیدونم، افسار سریال و تلویزیون از دستتون در رفته. هیچ حرف دیگه ای ندارم، فقط امیدوارم که بتونم یه تماس تلفنی با آقای هادی حجازی فر داشته باشم و همین. شب و روزگارتون خوش. برید یه ذره فکر کنید به این قضیه که سریال ها کمتر بشه، هر شب پخش بشه، همه هم میرن پولشو میدن، پرداخت میکنن، نگاه میکنن، ولی مطمئنن پلتفرما به جای وصل نباشه که مردم شبهه‌ای هم در داخلش داشته باشن. سپاسگزارم. شب و روزگار خوش.